هی برامش سلام همونطور که همتون میدونین توی دنیای مارول و دیسی تعدادی از قهرمان ها هستن که منبع الهام اونا حشرات بودن امروز ما توی فکتوری اینجاییم که ده تا از قوی ترین حشرات دنیای دیسی و مارول رو بهتون معرفی کنیم بدون هیچ معطلی بریم سراغ این ویدیو لتس گو شماره ده پروانه ماریان مایکلرز یک خواننده کلوب شبانه توی لاس وگاسه اما با گذشت زمان و پایین اومدن خورشید ماریان به پروانه تبدیل میشه و با کمک لباس جت خود با نجات پرستا مبارزه میکنه این لباس همچنین نورای بسیار روشنی داره که در مواقع لزوم دشمنانش رو کور میکنه اما اون در واقع قدرت خارق العاده ای نداره اون با یه گروه جنایتکار به نام پنجه درگیر میشه که اعضای اون لباسهای گربه می و از پولی که از فروش مواد مخدر به دست میارن برای تامین مالی ارتشی که هر محور فاشیسم میچرخه استفاده میکنن این قهرمان بعدا در مورد یک گروه نجات سفیدپوست سفید پوست به نام صلیب خونین تحقیق میکنه علاوه بر مبارزه اختصاصی اون علیه فاشیسم چیزی که اونو خواستر میکنه اینه که اون اولین قهرمان سیاپوسیه که توی صفحات کمیک ظاهر شد شماره 9 کرم شبتا گارفید لینز با نام مستعار کرم شبتا برای اولین بار وارد دنیای کامیکای دیسی شد تا نقش یک جنایتکار خورده پا رو بازی کنه که گهگاهی با استفاده از مجموعه چراغای دزدی میکنه اما با گذشت چند دهه اون به طور چشمگیری تغییر کرد و به عنوان یک آتش افروز که چیزی جز روشن کردن آتش دوست نداشت مسیر شرارت خودش رو ادامه داد کرم شبتا با لباس های نسوز و شعل افکن و های دودزا و های موجود در زارتخانه های چی؟ در زرادخانه های خود تبدیل به دشمنی کاملا انفجاری برای بتمن شد به لطف تکنولوژی اون پرواز هم میکنه به بشخین اشتباه شد من حوصله ندارم دوباره ضبط کنم ادیتور عزیز خود دیجوری جمعش کن شماره هشت بیت جک ماهونی توی یک سیرک کار میکنه اون یک لباس منحصر به فرد با الهام از بید داره که هنگام اجرا روی صحنه سیرک و همچنین هنگام مبارزه با جنایتکارا توی دنیای خارج از سیرک اون رو میپوشه اون به دلیل شغلش یک آکروبات و کشتیگیر بسیار چابکه لباس های اون نیز قدرتمندن یک تفنگ گازی رو پنهان میکنن که میتونه افراد رو بیهوش کنه یا اشیا رو به راحتی آتیش بزنه این نسخه از بید برای اولین بار توسط دارک کامیک در سال 1998 شد یک شخصیت بید دیگه هم وجود داره که برای اولین بار توی سال 1940 در سیندیکای فاکس فیشر کامیک مایستری من شماره 9 ظاهر شد این نسخه از بیت توسط دو نویسنده ایجاد شد که نام مستعار نوترون کیرینگزری رو برای خلق یک اول قهرمان با قدرت پرواز استفاده کردن شماره ه زنبور زد ریتا دمورا با دزدیدن یک لباس زنبور زرد از دکتر هنگ و تبدیل اون به لباس خودش و توی استفاده از لباسش بسیار محتاطه و از استفاده کامل از قدرت های اون اشتراب میکنه وقتی زنبور زرد بعدا با وسپ مبارزه میکنه به نظر میرسه که وقتی کوچکتر میشه میترسه و به وس اجازه میده که از این موضوع استفاده کنه اون رو زندانی کنه قدرت قابل توجهی توی لباس اون وجود داره اون می‌تونه با هاش به دشمناش شوک الکتریکی بده و میتونه توی هوا پرواز کنه و البته فرم خودش رو به طور قابل توجهی کوچیکتر از چیزی که هست کنه. 6 انتمن اسکات لنگ یا همون مرد مورچه ای بخش جدای ناپذیری از انتقام جویان مارول توی کامیکا و فیلم هاست اون از تجربیات قابل توجه خودش به عنوان یک دوز و قدرت لباس پیم برای یافتن راه خروج از موقعیت های بسیار دشوار استفاده میکنه اون میتونه خودش رو تا چند سانتی متر کوچیک کنه و حتی بیشتر تا اندازه زیر اتمی پیش بره اون همچنین میتونه به یک قول صد متری تبدیل بشه فقط اینا نیست اون میتونه از این قدرت برای کاهش یا افزایش اندازه اشیای پیرامون خودش هم استفاده کنه قلم روی کوانتومین شاید مهمترین عنصری که توی فیلم مرد مورچه بود و شاید همون عنصری که اغلب نادیده گرفته میشد توانایی مرد مورچه برای زیراتومی اتمی شدن توی فیلم های زیادی به اون پرداخته نمیشه در واقع بخش بزرگی از توانایی های این شخصیت به عنصر کلیدی برای آینده دنیای سینمای مارول تبدیل شده شماره 5 زنبور زرد، مرد مورچه‌ای و وسپ همگی ساخته دکتر هنگ پیم هستن و بنابراین قابلیت های مشابهی دارن به عنوان مثال همه اونا میتونن به راحتی خودشون رو کوچیک کنن و توی این مقیاس مبارزه کنن اما قدرت جانت وین داین در نقش زنبور بی یا همون وسپ به دو شخصیت دیگه هم مربوط میشه زنبور زرد مثل مرد مورچه‌ای قدرتمنده اما با کوچیک شدن اون ظرفیت فیزیکی اون به طور چشمگیری زیاد میشه علاوه بر این زنبور از میتونه پرواز کنه حشرات رو از طریق تلپاتی کنترل کنه و حتی انرژی بیو الکتریکی رو سمت دشمنای خودش پرتاب کنه زنبور مثل دیگر قهرمانان و تبهکارهای نسخه های مختلف بیشماری از خودش داره که توی جهان های مختلف پخش شدن یکی از برجسته ترین جهان ها یونیورس که به عنوان راهی برای جذب کردن خوانندگان جدید شروع شد و در نهایت به ایجاد قالبی برای ام سی ختم شد توی این جهان زنبور بی عسل یا همون وسپ کمی مت تفاوت بود اون یک جهش یافته بود من نمیدونم نویسنده بیشور چرا به وسم میگی زنبوری بی الان مزحکی خاص و عام میشیم اینجا خاک تو سرت شماره چهار مانتیس بزرگترین قدرت مانتیس توانایی اندازه‌گیری وضعیت عاطفی یک فرده قدرت همدلی اون به اون اجازه میده با گیاهان نیز ارتباط برقرار کنه اما فراتر از آن اون یک رزمیکار فوق العاده با استعداده که ثابت کرده از نقطه ضعف خود برای شکست دادن افرادی مثل کاپیتان آمریکا و سور استفاده میکنه اون همچنان توی مدیتیشن استاده بنابراین میتونه تنفس و خونریزی رو کنترل کنه و در نتیجه سرعت بهبودی خودش رو هنگام آسیب کنترل کنه قدرت ذهنی مانتیس به اون کمک میکنه تا بدون هیچ کنه تجهیزات حفاظتی در فضا باشه تنها کاری که اون بعد انجام بده اینه که هوشیاری خودش رو توی فرم فیزیکی خودش جدا کنه تا بتونه مسافت‌های طولانی رو بین سیارات طی کنه شماره 3 سوسک آبی یا بلو بیتل تعداد کمی از قهرمانان در طول سالها با اسم رمزی سوسک آبی شناخته شدن با دنگره شروع کنیم که افسر پلیس و سپس باستان شناس شد تد کرد که استادش گرت بود رو داریم و های میریس آخرین کسی که لباس سوسک آبی رو پوشید منبع قدرت این قبر قهرمان یک سوسک بیگانه است که خودش رو به سودون فقرات حامل میچسبونه و میزبان رو در طورت خطر با لباس محافظت میکنه و به اون اجازه میده شمشیر سپر تیغه، توپی که میتونه با انرژی منفجر بشه و یک جفت بال داشته باشه علاوه بر این سوسک آبی روی لباس حامل میتونه از میزبان اون در برابر جادو محافظت کنه تششهاتی مشابه آنچه کریپتونای تولید میکنه رو ساته و اشیای ماورایی رو دستکاری کنه امیدوارم سریال سوسک آبی رو حتما ببینین چون به نظر من سریال قشنگی میشه شماره دو تیج. اگرچه تیک به دلیل میل به تمسخر و قهرمانان و قدرت‌های اونها ایجاد شد اما با این وجود اون یک قهرمان ترسناک و قدرتمنده که میتونه به راحتی یک ماشین رو بدون عوابق دردناکش بلند کنه در واقع اون هرگز از این قدرت مجروح نمیشه که جون خودش رو از دست بده حتی زمانی که از ارتفاع چندین هزار پایی به زمین افتاد هیچ زخم عمده‌ای روی اون وارد نشد و تنها ضربه مغزی خفیفی به اون وارد شد تنها ایراد اون آنتن‌های لباسشه که در صورت خراب شدنش باعث ایجاد مشکلات تعادلی توی تیک میشه شماره یک مگس تنها کاری که تامی تروی باید انجام بده اینه که یک حلقه جادویی که متعلق به مردان مگسی مرموزه رو لمس کنه و کلمات کاش من یک مگس بودم رو به زبون بیاره و شکل انسانی معمولی خودش رو به سلاحی با شکارهای غیرقابل تصور تبدیل کنه مگس قدرت بدنی یک میلیون مورچه سرعت چندین مگس و یک جفت بال داره که به اون توانایی پرواز میده و وقتی به درستی ارتعاش کنه حتی به اون اجازه میده اشیا رو بشکنه این فقط چشمه ای از قدرت های اونه بر اساس توانه های اولیه اون در چابکی و رو راه رفتن روی دیوارها هم میتونه این کارا رو انجام بده البته نقطه ضعف بزرگی داره به نام مگس خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه برای حمایت از ما فقط کافی که این ویدیو رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین توی کامنت ها بگین دوست دارین چه ایده هایی رو براتون ویدیو بگیریم یا حتی چه داستان های کامیکی رو براتون تعریف کنیم فعلا تا فکت و ویدیوهای دیگر گودبای Bye.